سلام و عرض ادب به وطنان عزیز. امیدوار هستم جور و صدمن باشین، در هر کجایی که هستین جور و آرام باشین، به کنار دوستایتان فامیلایتان لایف شیر بسازین. دیگه گرچه بسیار جاد مریض هم هستم، دیگه وظیفه ایمانی وجدانی ماست به هر زمان اما حمایت خود از مردم خود، از مردم در دیده خود، از مردمی که سالا بیا بسیار بیچارگی زندگی کردن اما یک طبقه خاص یا را وقت نمیتن که درست تحصیلات بکنن، پیشرفت بکنن. سالا این مردم ما سرکوب شده. بنابرای شما لایف شیر بکنن، نی وظیفه وجدانی همه ما و شماست که امروز به کنار این مردم استاد باشه. باور به الله بکنین، باور به خدا بکنین که مردم ازاره ما آنقدر عاجزترین مردم افغانستان اینمی مردم است. نه تابال یا کدام پل پلچک را خراب کردن، نه خانه کسی را با آتش کشاندن، نه به کدام واسکت و با کل لباس مادر و خواهرشان به کدام جای انتحار و انفجار کردن. و ما شما خواهش میکنم کسایی که رفیق هستین که در فیسبوک لایف شیر بسازین، این خبرهای نادرسته که پخش میشه که گویا جوان تاجیکی پیلوت بوده در اینجا به شهادت رسیده، بسیار کار خوب کرده، هر کسی که زده دستش صدقه، کسی که به مقابل مردم سلا بکشه، کسی که به مقابل مردم لشکرکشی بکنه، کسی که هر روز مردم ما را به مورد گلوله قرار بده، عقش از باید تینم قسم شود. اگر امروزی چرخ بالای آقای غنی، اگر امروزی قوتای خاص آقای غنی اینقدر فعال اگه می بود، در این مدت 20 سال ما قدر تلفات نمی دادیم. صدا نظامی ما امروز سر زده می شه به جنوب، صدا نظامی ما امروز کشته می شه و اسیر گرفته می شه. آنوی ما 240 ما 240 ام 16 و ام 4 ما بدر به دست عراس افغان مفتد. اگر امروز اگر آقای غنی اینقدر فعال است، اینقدر اگر کندکای از کندکای خاص است به مقابل طالب چرا روانه می کند؟ بارا به مقابل مردم هم رایی کردن، اینمی مردم ها هر روز به قتل خون کشانده را ایستد. گناه امی مردم بیسود چی هستد؟ یا سالا به خاطر آبادی کشور، به خاطر آزادی کشور یا صحبت کردن، مبارزه کردن، اشکم خود گرسنه نگاه کردن، تحصیلات خود کردن که باش ما به افغانستان افتخار بیاریم. اگر ورزشکارش است، اگر امروز یک سیاست مدارش است، اگر امروز یک تعلیم یافتهش است، برادرها ایره جنگ جنگ قومی نسازین به لحاظ خدا و به لحاظ قرآن. اشتباه کرده و چرخ بال فامیدی بیادر به اوجه رفته، برای مردم تو مرمی پاش بته و از مردم توقع داشته باش که برای تو سلام بته. بسیار کار خوب کرده، هر چرخ بالی که میای براکت بزنید، هر هواپیمایی که طرفتان میای بزنید، دست زدگیر صدقه شیر مادرتان، خداوند پاک شما را موفق داشته باشه. اونا ما قسم اتفاق هستید، یک روز نیست، دو روز نیست، سالاسی مردم شما زجر میتین. گناه همی مردم ازاره ما چی هستد؟ چی ضرر علی پور برای شما رسیده؟ علی پور خدات میزنه بیا منطقه ما امنیت بکو، منطقه ما تامین بکو، اولاد ما فرزند ما به مکتب درست بره، مسافر ما که میه برای پایین طالب نکنه. ما کار ندارم اما نکد دولت آقای غنی، هر کسی که به مقابل طالب استاد میشه حکومت آقای غنی با یک نوه او را میخوای از بین ببره. این خواب است و خیال است تماما مردم، تماما جوانای آگاه. ما به صفت یک جوان تاجیک، به صفت یک جوان آگاه پیام مینمیست به تماما مردمی که در افغانستان هستن و یا خارج از افغانستان هستن، به مقابل حکومت فاسد استاد شوین. هر چرخ باره که نزدتان میه براکت نه برشاد دو بزنید، والا زنده شان اگیر کردین در بتین. کسی که به مقابل مردم استاد میشه، کسی که به مردم مقابل مظلوم ترین مردم ما که ضررش تا بالا به کسی نرسیده، چطور آقای غنی به نیروه های امنیتی تو یک وسیله وار استفاده میکنی؟ ما کسایی بودیم به نظام افغانستان بودیم، اردوی ملی چه خدمت کرده؟ پول پلچک از حالا ما امروز چیزایی است که دنبال تینم قدر وقت نگفتیم، امروز چیزایی است که ما میخوایم از صدق دل بگویم، وظیفه ایمانی وجدانی خود ادا بسازم. سالا همین پول پلچک دمی لغمان و دمی اوزبین و تیزین و دمی مایپر منام میگیرم، یک قماندان تولای، قماندان تولای که ده عامر انجینری قل اردوی 209 شایی 201 سیلاب در زمانش یا پل پلچک تخریب میکدن، خودشان نوادی سیفور جا بجای میکدن، انفجار میدادن که باش ما دهی وظیفه
یک دستاورد داشته باشیم به نام طالب ختم بکرد. اردو تو چی خدمت امروز به مقابل مردم عام ما کرده؟ او کافر میه برای ما پلچک میسازه، اردوی خودت خراب میکنه. ما کسی بودیم که امروز اگر از وطن فرار کردیم این خیانت ها را دیدیم و به مقابل شانسا شدیم، فهمیدیم که میکوشن ما فرار کردیم. امروز شما به مقابل مردم عام ما لشکرکشی میکنید. این خیانت است، این جنایت است به لحاظ خدا و به لحاظ قرآن. صدای ما را برسانین به گوش تمام جوانای افغانستان، او جوانای آگاه، او جوانای تاجیک، او جوانای ازبک، به کناری مردم وصال شوین. مظلوم ترین مردم، مردم مزاره ماستک، مظلوم ترین مردم غرب کابل است. هر روز یا تلفات میتر، زنایشان به درمانگاه ها یا مرمی باران میشه، کودکایشان به شفاخانه های زده میشه، ورزشکارایشان به جای ورزش گاه به ترور میرسن. بلیاز خدا و بلیاز قرآن، سری مردم چی حال شما آورده؟ تمام نیرو را کمربسته رایی میکنی. اگر امروز تو همت میداشتی، تو غنی مردگو، تو عبدالله مردگو، تو وزیر دفاع بیناموز، امروز لشکر به مقابل طالب رایی میکنی، امروز صلح بود افغانستان، امروز شاید هزیمه بودیم که یک فیر ما نمیشنیدیم. نکردین در طول قدر امکاناتی که در دسترستان بود، همه قدر وقت نره که شما سپری کدید، سالا مردم حام شما زده، لشکر کشیدان بالای مردم است و از مردم هم توقع دارین بر شما احترام شود. کسی که به مقابل مردم مثلا میکشه، کسی که به مقابل مظلوم ترین مردم افغانستان که مردم حال قلم هستن، نه با واسکت خواهر خود، نه با واسکت مادر خود یا انفجار انتحار نکردن، بقیه مردم واره. شما مردم، شما جوان ها، پیام مبرتانی است به کنار مردم ازاره ما استاد شوید و به کس وقت نتین، به کس وقت نتین، بلیاز خدا و بلیاز قرآن روز مازی بتر میشه. آله مردم بیگناه ما هر روز به ایسود زده میشه، مردم بیگناه ما هر روز به ایسود ترور میشه. کدام میته که رفته تا باله، کدام تصمیم درست گرفته؟ امی حکومت داره را ملامت کرده، یک بیناموز جنایت که تو را تبدیل کردن به لغمان، حالت لغمان را لزو بتر میکنن. ما خو میگیم در ایچ عدالت نیست، یا کسایی است که به مقابل مردم استاد است عدالت تامین میکنن. برادرا، جنگ جنگ ازبک و تاجیک و پشتون در ایچ نیست. روزش است که استاد چوین صدای طالب مقابل حکومت بکشید. والله پنجشیری فردا نوبت توست، والله مزاری فردا نوبت توست، والله بدخشی فردا نوبت توست. سکوت بکنی اینم رقم. او جوانی که در خانآباد بود، نوید خانآبادی، پرونده از او چه قسم شد؟ امروز خانآباد چی حالت داره؟ کجاست وایتایتان کرد؟ خب شما هر کسی که به مقابل طالب صدام، خود طالب برادرتان است، طالب بازیدتان است. هر نشستی که شما با طالب برگزار میکنین، اون نشست نه نتیجه میده، نه نتیجه بخش می باشه، به میلیاردها دلار در جناب مصرف می شه. هی مردمی که به خون دل مرمی می خرند، هی مردمی که به زمستان سرد به مقابل طالب استاد هستند، شما می این سرکوب می کنید. خانه های مردم شما به آتش کشاندین، مال مردم شما غارت کردین، بیناموسی شما کردین، نظام مردگوی شما کرد. امروز از مردم توقع دارین که در کنار نظام استاد جوان. من نفرت میکنم به صفت یک نظامی، من به صفت یک عسکری که بر افغانستان بودیم، چشم دیدی خدا گفتیم، اردوی ملی را خیانتاش را گفتیم، خودم به نظام بودیم فرار کردیم. پل پلچک را گفتم یا خرار میکردن، دستاویز از وظیفه نمیداشتن که گویا ما برگشت بکنیم به قطعه یک دستاورد داشته باشیم، پولم خراب میکردن، به نام طالب ختم میکردن. ده ها قمندان تا نگیر نکدم، آمر یک انجینری، آمر انجینری لوای سه قلوردوی دوسره که سیلا بگیر نکدم، قماندان خیردی را گیر نکدم که فعلا دو میلیم شانزه و یک میل تفنگچه بریتای امریکایی را گریخ کنده. نامدم نگفتم با امریکاش چی شد، سرانجام ما فراری شدیم. این نظام یک نظام خائن است، این نظام نظام جاسوس است، هر کس در این نظام است والله خیانت میکنه. آ جوانای تاجیک، آ جوانای باشعور و پشتون، آ جوانای ازبک، سلاح تانه گرفته برای به کناری مردم تانه استاد شوید. برای از اردوی ملی نیست، این خیانت ملی است. خانه مردم به آتش بکشان، سر یک قوم عمله بکن، سالا بیادر این مردم به انتحار شما یاره میکشین، مستقیم و غیر مستقیم هر روز یا تلفات میتن. حالا زمین ملت مردم چی، شما چی میخواید؟ حالا می زرر مردم ازاره ما برای شما چی رسیده؟
یا خود بزرگترین افتخارات آوردن بر افغانستان، یا خود تحصیل کردن، یا خود روشن فکر هستن، یا خود سالا به افتخار یه وطن کار کردن. سرور دانش، محقق بیوجدان، صدای تا بکش خاموش نچی. امروز یک مردگه و چلر هر بیانه میده که فرق بین نجا و طالبا هیچیز نیست و شما به غیرتان سکوت میکنید. طرف نالت خدا به سر تویی که میگی من رهبر هزارا هستم، رهبر هزارا علی پور است که سینه خدا با 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 آتش داده امروز از مردم ملت خود دفاع میکنه. گرچه ما در سال 2018 یاد ما ملت در سال 2018 میمایتش کردیم و حالا میکنیم. مالی جانی سر ما فدای آدمی که از مردم خود دفاع بکنه، از ملت خود دفاع بکنه. وقت به معامله گرانتا، وقت به کسایی نتا که بالای یت از جا بسنش شما. ما با تمام جرات، ما با تمام قوت، ما با تمام موره مورال بالا به کنار از استاد میشیم. هیچ جنگ جنگ قومی نیست، هیچ جنگ جنگ از که آقای غنی تعمیل کرده بالای مردم. و هی مردم و این مردم مردم با شهامت است، کسایی که به سنگر است روی تان از دست نتین. هر هلیکوپتری که می آید به خاطر نابودی شما، هر هلیکوپتری که می آید می خواهد که مردم شما را از بین ببرد، خانه های شما را به آتش بکساند. و من از این جبرتان با جرات و با غیرت میگم چنان زدن بکنین که گرد و هلیکوپتر کسی به آسمان نبیند. چنان زدن بکن اسیر شما اعلانتین. کسی که به مقابل مردم تفنگ میکشه، کسی که به مقابل مردم علنی جنگ اعلانات شده تیر میکنه، این مردم چی گناه داره؟ این مردم چی گناه کده؟ سالای افتخار آوردن بری وطن. حال نتیجه شمیست که ما با شلیک مرمی جواب شدیم. اگر تظاهرات سلامیز میکنن ما به مرمی میبندیم. اگر حق خودم میخواهند به دهنش میزنیم. آخه چرا برادر وقتی که ما شما آزادی بیان میگیم شما چرا آزادی بیان خفک میسازید؟ شما چرا پاس به گلو نمی مردم ماندید؟ ضرری مردم چی از برای شما؟ چی ضررشون رسیدن؟ بعض از عزیزان میگن فلانه جوان است. اگه او جوان به مثل من یک جوان آگاه می بود، او کسی که به چرخبال بود. ما هم یک نظامیستم. من چرا نظام ترک کردم؟ من کدام عسکر گریز نیستم؟ زمان تر کردم دیدم که اردوی ملی نیست، این وحشت ملی است. این هر روز مردم ما را هاماش قرار میده. دیریشی خود کشیدیم آمدیم امروز نوکری و قابچوی مردم را میکنیم و افتخارم میکنم که به من نظام فاسد نیستم. تو اشتباه کردی در او پای هوا پای مازداد هستی ششتی مردم هام ما را هاماش قرار میدی. مردم بیگناه ما را که یک میل سلاح دفاع جان خود نداره خانه و جای مردم ما را در میدی. باباست تو چیز از ایرام داری که مردم برای تو احترام بکنن. هر کسی که زده چشمت صدقه، نوش جانش شیر مادرت. هر کسی که میخواهی که مال حالتان غارت بکنن، میخواهی که شما را سرکوب بکنن، با والله با بالله گفتم چنان زدن بکنین، چنان زدن بکنین که هیچ نشانی ازش باقی نمونه. خاک بگردانین کسی که در مقابل مردم ما با تفنگ سات میشه. اگر حکومت آقای غنی، اگر ری حکومت مزدور هی حرکت را که بالای مردم بیدفاعی امروز کرده ایره در مدت قدر سال مدیریتشان در مقابل طالب و داعش میگد، امروز افغانستان گل گلزار بود. امروز جنرال رازق چگزی زدن میشد. امروز دهلمند ما فهمیده و رقم جنگ نمی بود. امروز جنگرهای کنر زیبا با آتش کشانده نمی شد. امروز قندوز سه دفعه سقوط نمی کرد. شما نکدین قماندان پوسته در یک جای ماسر از صدا میکنه که مهمات ندارم، صدا میکنه که ده نفر زخمی دارم. تو مردگه و هواپیمای به وقت نمیرسه. تو سعی کن که جنگ پلان شده را ده تا هواپیما را سر مردم بیدفاع روان کده میتونی. او طالبه که ده تا سرباز مرا اسیر گرفته، ده نفر شهید مدارم. او قماندان پوسته چیخ میزنه که یک شاجور مرمی مدارم و تسلیم هم نمیشم. به خود ایرم مانده به دفاع از تو چیز را رایی نمیکنی. نه کمونیت به وقت میرسه، نه قطعه منتظریت به وقت میرسه، نه امبولانست به وقت میرسه، نه هواپیمایت به وقت میرسه، نه قطعه بیادر ضرباتیت به وقت میرسه، نه بیادر تا این تانگ توپره که تو امروز بالای مردم بیگناه ما استفاده میکنی. هی کاش هی کاش هی کاش. نالک بر شما حکومت دارا، نالک بر شما خائنا، نالک بر شما کسایی که به بانه هر نوع چی صدای مردم مرا خفک ساختین و مردم مشار شده و مردم هاگاز. هیچ جنگ جنگ قومی نیست. امروز فردا سر برادر ازبک اینمی روز میه. گرچه شما یک بار آوردین دکه شرم ندارین و من به میه ایران هستم که چشم مردم مگون است و این مردم منه میبینم.
فردا سر یک مزاری شما این روزه میارین. من مطمئن هستم که میارین. شما فردا در بغلان اینم ایالت هم میخواین. قندوز خود سه دفعه سقوط داده. قندوز خود چقدر بیناموسی شد در شفاخانه. طالبان در آمد بیناموسی کرد. هلیکوپتر تو در کجا بود آقای غنی؟ او مغز گنده جهان. او انسان کودن. او انسان مزدور. او انسانی که تو بالوچ کردی به زدن مردم بیدفاعی ما. این مردم هزاره ما، مردم با افتخار ماست. ما دوش آدوش با کنار این مردم هستیم. این مردم افتخار برای ما آورده. ما به هیچ امپراتوره، ما به هیچ مزدوره، به هیچ کسی که بیادر به یک پاسپورت خارجی آمده، امروز بالای این مردم ما این وحشت دهشت آورده. ما وقت نمیتیم، ما سکوت نمی کنیم. بسیار با مورال بالا به کنار این مردم هستیم. او جوان ها آگاه شوین از علی پروم آید بکنین. او جوان هایی که شما در اروپا سن امکانات دارین. او جوان هایی که شما به هر کشوری هستین. علی پور امروز از بودیجه شخصی خود می جنگه. علی پور امروز حمایت بکنین. حمایت جوانی بکنین. حمایت مالی بکنین. علی پور یک قهرمان است. علی پور یک کس است که امروز به مقابل ای حکومت فاسد علی پور می فهمه. امروز ای کاش افغانستان به مانند علی پور ده تا علی پور می بود افغانستان آباد بود. امروز ما چی کنیم و سرور دانشت؟ ما چی کنیم فامیدی و بیعقل فامیدی که برش ما و نیت رسیده؟ ما دیگر چی کنیم با لغت با کونی زده شد؟ اه تو را زرگ رایی کردن. اه تو که آقای غنی را موش میگفتی. آه محقق. تو امروز در بغل آقای غنی تو در آمدی. تو امروز پناه بردی. بیزت ساختی این مردم ازاره ما را. این مردم ما قدر مردم قرمان است. بیزت تو ساختی. بیورمت تو ساختی. من سر تماما جوان ها صدا میکنم. دل نبنده. رهبر ما اونم علی پور است. اونم آدم به مقابل طالب و اینمی حکومت به عدالت میفهمه. ای کار نه تا بال فامیدی خلیلی کده. ای کار نه تا بال محقق کده. ای کار نه تا بال فامیدی و گلدنگ دیگه فامیدی. من چی کنم؟ تو یک سمبول ناقصی ها سرور دانش. تو این صلاحیت نداری. از تو که علی پور صلاحیت داره. از تو که علی پور امروز به درد مردمش مرهم است. امروز مردمش به کنار علی پور هستند. شما نه شرم دارین، شما نه حیا دارین، شما بی‌عزت ترین مردم شما هستید. ما از مردم ازاره خود دفاع میکنیم. مردم ازاره ما تنها نیست. مردم ازاره ما دستای دانه ببوسم. کسایی که به او سنگر داغ خواب است. کسایی که دیس زمستان به این زمستان به این بی امکاناتی به مقابل حکومت مزدور به مقابل حکومتی که بارا مردم میخوای سرکوب بکنن هم زمینی هم هوایی استادگی میکنن. دستایتان صدقه. شما مرد هستین. وقت تاریخ ساز هستین. وقت مبارزه تان برق هستن. امروز اگر آقای غنی او چرخ بالا را ببرد میگم او وزیر دفاع، او وزیر مردگاه، او وزیر چلر، او وزیر مزدور، او وزیر بیپاس، او وزیر فامیل شخصی، او کندکار رایی نکو به مقابل مردم بیگونای ما، به مقابل مردم بیدفاعی ما، او کندکار به مقابل طالب روان بکن. قربان شام پدر جان که کسی بدخشان زیبا را نگیره. قربان شام وزیر مردگاه که کسی کنر مرا در نتا. او بغیرت شما خود به طول حکومت تانمی کار نکدین. ما خود دل ما در میگیره. ما خود صدای خود بلند نمیکنیم. ما خود شش ماه پنج ماه میشه قرار گوشش شدیم. ما خود به حالت مرگ خود هستیم. ما خود تکلیف مریضی داریم. ما را نکنین دیگه عزیز جاتر شما خراب. ما را عزیز جات بیچاره شما نسازین. مردم هزاره ما مردم بدفاست. و ما صدا میکنم بالای تمام مردم. و ما صدا میکنم بالای تمام اقوام شریف افغانستان. با تمام اقوام با هم برادر به خیزه به دفاع علی پور برین. هر کسی که یک میل صلاح دارین، هر کسی که امروز صلاح دارین نگین ما جهاد کردیم به خاطر جهاد و حفظ آل جان مال خود دیره نگاه کردیم. به خیزن امروز قومت به تجاوز است. امروز بالای قومت فامیدی خشونت جریان داره. امروز قومت فامیدی به نوبه خودی قل دراوی یهو باشا میخواه سرکوب بکنه. ما وقت نمیتیم. ما سر تمام سربازای بابا مزاری صدا میکنیم. مثل رهبر شهید واره با بسیار تمام جرأت و با تمام قوت به مقابل این حکومت خائن، این حکومت دست نشانده امریکا استادگی بکنین. و این مردم عزیزترین مردم ما، مردم هزاره ماست. به هیچ نوع شرایط ما این مردم تنها نمیمانیم. این یک معامله سیاسی است که بالای مردم شده رایست. این یک معامله هستن که یا میخواین که علیپور را بگیرن یا امروز میفهمن که غیر از علیپوری مردم ازاره ما کسی دیگر نداره به دفاع قوم استاد شوه. دی دکترای جنگی را وقت تشخیص کده. وقت خیره فهم
فهمشان برشان میگه و امروز فامیلی بادارای خارجشان برشان اینه میگه کلیپور به هر جای است هلیپور بکشید و میفهمه که از این سرور دانش چیز جور نمیشه و میفهمه از این محقق که او محقق تو همی اشفغانی را تو مش تو گفتی اما صد رقم چیز تو گفتی خیانتکار تو گفتی جاسوس تو گفتی در بغل از این خود تو در آمده کدم و چپنه او خدا تو را بزنه او قرآن تو را بزنه پیام مرا به محقق برسانه او محققه که میگی مرا بر از آراستم از آره من هر روز کشته میشه سر زده میشه تو با صفت یک رهبر دست به زیر لاشه نچی او مردگو با دفاع این مردم ما برای رهبر علی پور است که به سنگر خواست رهبر علی پور است که نظره داره رهبر علی پور است که قصر نداره رهبر علی پور است که به اشکم گشنه به جنگ میکنه به اشکم گشنه به مقابله حکومت استاد میشه بیاین غارت علی پور برای ما نشان بده بیاین اگر امروز علی پور دوز است اگر امروز علی پور مردم ما را به شهادت رسانده اگر امروز علی پور وحشت دهشت به بیست انداخته بیاین شما دم مطبوعات اسناد معتبر دارین مردم شما قناعت داده نمیتونه سالا به چشم مردم خاک زده به هر نوع معامله سیاسی هر کی نگرفته نظام دین باید قیصاری رو نگرفتین اگر مو مجرم با تم گوخو را پس چرا اعلان کده چرا اعلان کده نمیکدین اعلان نمیکدین امروز که اعلان کردین امروز پس اینم یک او رو سلا داده امکانات داده امروز به مقابل استاد عطا محمد نور رو استفاده میکنه این بازی های سیاسی است بلیاز خدا و بلیاز قرآن فریب این بازی های سیاسی رو نخورین این سیاسون به خدا به قرآن قسم به مال حال جان ما و شما چشم دوخته یا میخواین که ما و شما سرکوب شویم نخیر ما این رو به هیچ امپراتور وقت نمیتیم به هیچ نوع کشوری که بادارا شماست شما را حمایت میکنه هر چرخ بار بازم صدای میز هر چرخ باری که به سرکوب مردم ما میاد هر چرخ باری که میاد مردم مرا آماج قرار بده هر چرخ باری که مردم بدفاعی مرا میپوشه پیام ما به کسایی که به سنگر خواب هستن پیام ما برای شما ای است هلیکوپتر بزنن که گردش به آسمان دیده نشه کسی که به مقابل مردم ملشکر کجی میکنه میگه جزای قروت آب گرم جزای قروت آب گرم نفرت به توی که امروز به مقابل مردم خودت قرار میده بله ما هم نظامی بودیم زمان فهمیدیم که قمندانای ما زمان فهمیدیم رئیس ما به قتل و قتال مردم ما دست داره پول پولچک خراب میکنه از یونیفرم مقدس سوء استفاده غلط میکنه امروز بود سلا رماج کردیم به زمین ماندیم فرار کردیم از وطن بیچاره بودیم با دفاع خود چیزی نداشتیم کشته می شدیم گرچه حقایق به بعض آمرین خود گفتیم که فلانه اینی پلچکا را خراب کرده و ما این خیانت دیده نمیتونم آمر صاحب ما دیگه در این وطن بوده نمیتونم آمر صاحب برآمدیم از وطن توی که امروز دریشی مقدس روز تالیف عسکری تو قسم میخوری سوگند وفاداری میخوری که از وجب این خاک ما دفاع میکنم با دستر داشک میشینی مردم من آمباج قرار میدی دلی کوپتر از سیف آمدی هر رقم بم به بالای مردم ما ازمایش میکنی تست میکنی غیر عادلان است غیر ضروری بودی حملتان امروز چرا واز دکتر زیا بیانه دروغین میتم ما رفتیم شهید و زخمی خودم میبر داشته کدام شهید زخمی تو دروج قویه تو چی میکرد دروج طالب است دروج داعش بود مرکز داعش است چی بود دروج خود مردم بیدفاع بود تو تیاره تا و بمبای تا تو میرفتی در کنر تست میکردی تو می رفتی بیادر در قندوز تست میکدی پایگاه عراس افغانه را آماج قرار میدادی نه مردم به دفاع ما نه مردم مظلوم ما نه مردم که به دفاع جان خودی چیز نداره امروز شما به مقابل از یالشکر کجی میکنین امروز تانگایتان به اوجه میره آنویایی را که شما در مسیر وظیفه یاد ماست یک آمیر شما پنجالی ترتیل میدادی در مسیر وظیفه و آنویه به دست دشمن مفتید امروز آنویا فول تیل داده میشه به خاطر مردم بیگناه ما آنویا برکت میشه داشکایتان فعال این فورایتان فعال این 249تان اتست بالای مردم بدفاع ما میکنین همت جنگ شما با طالب نداره ما و شما کسایی که به نظام هست اگر اشتباه نکنم اکثریتتان در میدانهای جنگ هم دیدیم با طالبتون بانایتان را ترک دین گریختین با دفاع مردم امروز باز به اذیت و آزار مردمتان شیر شدین شما کسایی بودین که فامیلی پوستی جاروخوی را اعلا دادین شما کسایی بودین که دلس های فرانسایی ها پشد شما گریختین شما کسایی که بیادر امروز قطعه ضربتی نام ماندن امروز اسپیشال فورس نام ماندن اسپیشال فورس هایتان
پول انارجو یاد ما نرفته، خوب صحیح یاد ماست. به فخان آمده بوده ما کده یک سلای خشک خود کده به نوکرای ملا بختیار بیادر دان بدان جنگ 50 متری داشتیم. شما با تمام تجهیزاتتان از پول انارجو او طرف بیادر گریخته، طرف سقاوه به بازار تامیر تگاو رفته، پس پناه آورده. ما شما خود میدانای جنگ هم دیدیم، آینه با آینه با یکی دیگه خدا معلوم هستیم. امروز لشکر کشیدانه بالای مردم ملت ما نکنین. ما بسیار یک ملت عاجز هستیم، ما بسیار یک ملت مظلوم هستیم. از این ملت مظلوم، از این مردم ازاره ما دیگه انتقام گیری بس از انتقام چیره میگیرین. گفتم یا با واسکت یا انتحار نکدن، پل پلچکه یا خراب نکدن، با آبادی وطن سالای مردم ما کار کردن. خود گرسنه ماندن یا تعلیم کردن، دخترایشان امروز افتخار میاره، بچه هایشان امروز افتخار میاره. امروز یا با ورزش یا اول هستن، با خطای جنگ را با از عرص افغان ها شهید و زخمی یا میتن. امروز حقش است که ما با دامنی مردم گل پرتیم، نه با مادر بمبار استفاده بکنیم، نه بیادر چرخ بالا را با مقابل این مردم بیدفاع برکت بکنیم. اشتباس کارت آقای غنی اخمزای او دکتر عبدالله او سرور دانش برز با دردی مردم دوا شوید، که اگر این مردم باور به خدا بکنه که هر جایی که میبینه بنام رهبر فامیلی آتش بذاره، یا بیادر یک سمبول خالیستن، یا کسایی هستن که بارای بار یا استفاده شدن، یا نوکر هستن، یا چلر هستن، یا بیناموس هستن. او تاجیکایی که شما سلام میکشین، او تاجیکایی که شما تا لوبیای تا نواله نشده از مرکز یک سلاه را بکش و اختار به تیه قومه، تو اون جوان هستی که نو در واتساپ برای زنگ زدم گفتم در ظرف چلای سال ویدیوی تا پاک بکن. امکانات شما ما داریم، به این سلا نشان دادن سلا داری، برو سلای در مقابل طالب مثل علی پول استفاده بکن، برو در کنار علی پول استاد باش که من دستای دماج بکنم، بگویم روز از طالب یا نفرت دارن در مقابل طالب یا استادگی میکنن. سلای تا بالای برادر خود میکشی. امروز هر کسی که سلاح به خانه داره به کنار علی پور باید استاد شود. علی پور فرزند صدیقی کشور است. علی پور یک کسی است که امروز گفتم با بسیار به امکاناتی به مقابل عرص افغان ها. اگر امکاناتی نیمچه رهبرا به دست علی پور باشه، من مطمئن هستم که علی پور آدم گپ نیست، با اسناد نشان میده که طرفدار صلح است، طرفدار همیت است و مقابل زورگویان تا زنده است استاد می باشد. و مردم ازاره شما مورالتان از دست ندین، شما مردم با افتخار ماستین، دوشا دوش ما به کنارتان هستیم به هر نوع شرایط، چی به ایجا باشه چی به افغانستان باشه. بزرگا کلانا قمانده بکنه، امکاناتی که خود ما اگر نباشیم داریم به افغانستان به خدمت تمام دوستان به حد ضرورتی که نه لاف است و نه کدام گپه. و من آدم فیسبوکی استم، شب و روز لایف هم دلم درد داشت، من میگه پس دادم و مردم بالای من حق داره حساب میکرد که می آدم کجاست، چرا صدای خود نکشه. زمانی که ضرورتشان باشه خود ما مرکت میکنم به کناری مردم استاد هستم، با جرأت و با غیرت میگم این مردم بهترین یک مردم ماست. ما ایره هیچ وقت تنها نمیمانیم، دگه پرگپی و پرعرفی نمیکنم. لایف هم اگانی بسازین، لایف اینمی 2100 نفر کمی فعلا میبینه، به گروپ هایتان شیر بکنین، به صفحه هایتان شیر بکنین، جدا ایره نشر بکنین که به گوش مقامات به غیرت برسه. و او جوانایی که 10 میل 20 میل سلا دارم، سلایشان بیادر غیر از بکوها و لب دریا تست میکنن، امروز به مقابل بیادر اینمی دشمن اینمی مردم استاد شوین و استفاده بکنن. عزیزیات ما وقت تانه نمیگیرم، مردم ما بالای ما حق داره، ما با ایتان هستیم، مردم از آره یک وقت تانه نستیم. با مورال سنگردار هاره که به سنگر هستن، مورالتان از دست ندین. حکومت حکومت هست که میگه خدا که یک آدم بزنه بسیار بیادبی بسیار بیادبی بل چیز میگه در سر تخته میره، یار خدا زده، یاراننده خدا هستن، یار خدا شرمانده. امروز به توفنگ بالای و سلارا بالای مردم بدفاع ما تو امتحان میکنی، تو را خدا زده، تو رو کس کده راکت نزده و تیاره را خدا بالای سر از خدا دیده که بیادر چی حالت رو شما سری مردم بدفاع آورده. ای کلش کار خداست، عبادت خدا را کنین، با خدایتان راز باشین. ای سلا و ملا و ای زیره و میره و ای تانگ مانگ و توپتان برین به مقابل طالب استاد بکنین. آه به غیرت ها در کابل هر روز انتحار، هر روز انفجار، آمیلین امیره خود شما بدار بکشین. اگر شما واقعا به مقابل به عدالتی استاد هستین، به مقابل به عدالتی و دولت مردا که شما مبارزه میکنین، خود شما خود معلم دار هستین. همین قوم پرفتخار سرکوب کرده سالا را رفته رایسته بادارایتان، یازنه هایتان، شوارای خورتان که طالب هست.
هر روز هر رقم جنایت به این سرزمین میکنه، کسی نیست که بدر بازخواست از را بکنه. من وقت تانا نمیگیرم، شما را به خدا میسپارم. پیام ما اینمی بود، لایف شیر بسازین، نمگانی بسازین تا به گوش تماما مردم ما برسه، تا به گوش تماما جوانایی که مربوط هر اقوام است برسه و حمایت خدا هر چی آجلتر از علیپور ایران بکنن. علیپور تنها نیست، ما با علیپور بودیم و هستیم و میباشیم و تا زنده هستیم. کدش هستیم. السلام علیکم و رحمت الله.